من حدود 11 ماه توی اوین بودم و بعد از اون به زندان قزلحصار منتقل شدم. قزلحصار با واحد 3 از بند 6 و 7 و 8 و 3 و 4 بود که 3 و 4ش عمومی بود. ما رو به بند 7 منتقل کردن. بند 7 هم تقریبا یک شرایطی مثل همین بند 246 اوینی داشت. یعنی با اینکه سلولای انفرادی بود ظاهرا، یعنی سلولای 3 نفره بود، ولی 15 تا 20 نفر تو هر کدوم از این سلولا بودن و راهروی بندم مملو بود از زندانیا. شرایط بند به لحاظ بهداشتی و به لحاظ غذایی شبیه به همون اوین بود و وضعیت غذا و بهداشتش به همون صورت بود. اونجا هم بیشتر بچه های کوچیک بودن که زندگی میکردن همراه با مادراشون. رئیس زندان فردی بود به اسم حاج داوود رحمانی. این حاج داوود رحمانی مزدوری بود که من کمتر دیده بودم کسی رو مثل این. حاج داوود هر وقت که به بند می اومد هر نوع تحقیر و توهین و نسبت به خواهرایی که اونجا بودن انجام میداد. من یادم وقتی می اومد خیلی کلمات بدی می گفت و خیلی بد و بیراه به بچه ها می گفت و همه رو تمسخر می کرد. یا مثلا بچه ها رو به هر دلیلی که برای خود امام ناشناخته بود از بند بیرون میکشید و شکنجه میکرد و میبرد زیر هشت، یا کتک میزد و یا میگفتش که میبرد بیرون میگفت باید بیاین دیوار رو نگه داریم و بچه ها رو 24 ساعت یا از یک بعد از ظهر تا فردا صبح توی بند به خط میکرد و میگفت باید دست به دیوار بایستیم. یک بار به بند ما اومد و شروع به فحاشی به بچه ها کرد. بعد یکی از خواهرها رو که بلند شد اعتراض کرد به این مسئله و این منتظر بود گویا که یکی اعتراض کنه، بلافاصله اون خواهر رو بیرون کشید و به زیر هشت برد و به شدت کتک زد. بعدش هم این خواهر رو به بند هشت که بند تنبیهی بود منتقل کردن. هر روز همین فشارا رو بچه های مال می شد و بهانه های مختلف بچه ها رو می بردن زیر هشت و کتک می زدن. یک بار همین خود حاج داوود رحمانی اومد توی بند و شروع به فحاشی کرد و گفت که صدای شما رو بند بغلی شنیده. حالا بند بغلی بند برادرای ما بود، برادرای زندانی بود که اینا مزدورایی که اونجا بودن رفته بودن گفته بودن که صدای اینا میاد توی این بند و حاج داوود اومده بود و کلمات خیلی رکیکی رو به همه زندانیای اونجا میگفت و بعدش یک سری از بچه ها رو برداشت برد بیرون و تا 24 ساعت زیر هشت نگه داشت و کتک میزد. که بچه ها وقتی برگشته بودن میگفتن که حاج داوود فوش میداد، میگفت شما به اصطلاح اطلاعات رد و بدل میکنید با بند بغلی.